کاشتم کاشتم خلستان نفر کاشتم. دو هفته بعد از اعتراض‌ها در ایران تعداد قربانیان مشخص نیست، مقام‌های رسمی آمار نمی‌دهند. همزمان میرحسین موسوی سرکوب معترضان را جنایتی آشکار خوانده زیر نظر ولی فقیه. از مهمانان برنامه درباره اهمیت مقایسه وقایع اخیر و کشتار میدان ژاله خواهیم پرسید و اینکه چرا حکومت آمار کشته‌ها را اعلام نمی‌کند. همچنین در برنامه امشب سرنوشت نامعلوم بازداشت شدگانی که مشخص نیست چند نفرند، معترضان، زندانی و خانواده های آنها چه حقوقی دارند و چگونه از آن استفاده کنند. حفظ برجام یا حمایت از معترضان، انتقادها در پارلمان اروپا از واکنش به سرکوب اعتراض ها در ایران. The brave Iranian people in their outcry. جمهوری اسلامی نمیخوایم. We don't want an Islamic republic. و ادامه آلودگی هوا در تهران، مدارس پایتخت فردا هم بسته میمانند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. روشن شدن ابعادی تازه تر از موج اخیر سرکوب و کشتار معترضان در ایران انتقادهای بی سابقه برانگیخته. تندترین آنها از طرف میرحسین موسوی، رهبری در حصر خانگی که هواداران او 10 سال پیش کشته، زخمی یا دستگیر شدند یا از فضای سیاسی به حاشیه رانده شدند. او انگشت اتهام را به طرف رهبر ایران نشانه رفته و آنچه رخ داده را جنایتی یادآور کشتار میدان ژاله توصیف کرده. اشاره‌ای به کشتار معترضان در آخرین ماه‌های حکومت پهلوی. یک نماینده مجلس گفته که حکومت پاسخ معترضان را با گلوله داده و به نام دین دستور ذبح و شکنجه مردم صادر شده. نماینده دیگر خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده. شدت عمل حکومت چهره‌هایی از درون حاکمیت را هم در شگفتی فرو برده. این روزها با تب و تاب اعتراض‌های سال 57 قابل مقایسه است. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از ریحانه مظاهری. با گذشت بیش از 2 هفته از اعتراضات در ایران، حالا معاون سیاسی وزیر کشور تمام آمار ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی درباره کشته شدگان اخیر را رد کرده و گفته این دادستانی است که بر اساس آمار پزشکی قانونی تعداد کشته‌ها را اعلام خواهد کرد. عفو بین‌الملل پیش از این تعداد کشته‌ها را دست کم 161 نفر اعلام کرده. سایت کلمه به نقل از منابع موثق تعداد کشته ها را بیش از این و دست کم 366 نفر اعلام کرده. این سایت در گزارشی به تفکیک گفته تنها 100 نفر از کشته ها مربوط به شهریار در جنوب غربی تهران بوده و 156 پیکر از کشته شدگان هم به غسالخانه در بهشت زهرا منتقل شدند. در 14 روز گذشته هیچ یک از مقام‌های رسمی درباره تعداد دقیق کشته‌ها صحبت نکردند، اما گسترده بودن اعتراض‌ها را هم تکذیب نکردند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه ایران گفته تنها در 2 استان که نامی از آنها نبرده، از 31 استان ایران اعتراض نبوده و بیشتر اعتراض‌ها هم در 3 استان اصفهان، فارس و تهران بوده. همزمان جواد کلیوند نماینده مجلس هم گفته اعتراض ها در بیش از 719 نقطه ایران وجود داشت و تنها در استان البرز بیش از 400 نفر بازداشت شد. بیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تعداد بازداشتی ها در سراسر ایران را 7000 نفر اعلام کرده بود. خشونت نیروهای امنیتی علیه مردم معترض به افزایش قیمت بنزین، انتقاد برخی فعالان مدنی و چهره‌های سیاسی داخلی علیه حکومت ایران را هم در پی داشته. پس از بیانیه‌های هاشم آقاجری و مهدی کروبی، وبسایت کلمه پیام میرحسین موسوی از رهبران معترضان در سال 88 را که از 10 سال پیش در حصر خانگی است منتشر کرده. میرحسین موسوی در پیامی معترضان کشته شده را شهید خوانده و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان را با کشتار میدان ژاله در شهریور 57 مقایسه کرده. آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و ماموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا
ولی فقیه با اختیارات مطلقه. این هم توییت پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در اعتراض به خشونت علیه معترضان. مردم صدای اعتراضشان را رساندند، اما با گلوله و بازداشت جواب کوچک و بزرگ را دادند. عده‌ای تخریبگر در کنار مردمی که فقط به وضع معیشت خیش معترض بودند قرار داده شدند. قلع و قمع مردم با جنگ جهانی و کربلای چهار مقایسه شد. به نام دین دستور زپ و شکنجه مردم در سیمای غیر ملی صادر شد. تعدادی از معترضان بازداشتی و کشته‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر نوجوانان بودند. این موضوعی است که کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود به آن اشاره کرده. نگران افزایش خشونت در جامعه هستیم که حاکمانش با شهروندان جز به زبان زور سخن نمیگویند. نگران خانواده هایی هستیم که عزیزانشان را به دلیل یک اعتراض ساده از دست دادند. نگران دانش آموزانی هستیم که بازداشت شدند و وضعیتشان مشخص نیست. از اعتراض هایی که به خاطر گران شدن ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، حالا بیش از دو هفته میگذرد. بسیاری کشته و تعداد زیادی هم بازداشت شدند. دولت هم با انتشار تصاویری معترضان را گروهی آشوب طلب و اشرار خوانده که اقدام به تخریب اموال عمومی کردند. در آن سو اما معترضان هم با انتشار تصاویری همچون این تصویر که گفته شده معالی آباد شیراز است، میگویند تخریب اموال عمومی کار آنها نیست. ریحان مظاهری، بی بی سی. عباس میلانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد از پالو آلتو آمریکا با ماست و همینطور احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ماست. آقای میلانی، چرا چنین مشابهت سازی های مطرح میشه؟ فقط هم آقای میرحسین موسوی نیست که وضعیت فعلی رو با زمان شاه و حتی بدتر از اون مقایسه کرده. من در این که ستایش میکنم واقعا شجاعت آقای موسوی رو، فکر میکنم که وضع امروز و اتفاقات دو هفته اخیر قطعا از ماجرای میدان ژاله بدتر و فجیع‌تره. در میدان ژاله فقط در یک مرکز و اون هم بعد از حکومت نظامی تیراندازی شد و تعداد کشته شدگان فکر نمی‌کنم به هیچ تخمینی بالای 100 بوده باشه، حدود 100 خورده‌ای بوده باشه. در اینجا به قول خود گزارش شما در هر استانی مردم تظاهرات کردند و رژیم عجامرش رو، اوباش رو، لباس شخصی ها رو، بسیج رو، سپاه رو و نیروهای انتظامی رو به جون مردم انداخته. حداقل 2000 نفر به روایتی مجروح شدن. تعداد کشته شدگان هنوز معلوم نیست. ماجرایی که در ماهشهر اتفاق افتاده هنوز ابعاد اون معلوم نیست. و به جای اینکه در ایران، اگه یادتون باشه، بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، شاه آمد به گفت پیام انقلاب رو شما رو شنیدم، معذرت میخوام، دیگه از این کارو نمیکنم. آقای خامنه ای اونهایی رو که مسئول این جنایات بودن به حضور پذیرفت، تکریمشون کرد، تحریکشون کرد، وعده زمین بهشون داد، مفهوم مستضعف رو از نو تعریف کرد و به اونها گفت شما مستضعفید و زمین از آن خدا شما خواهد بود. اینها تفاوت‌های به گمان من متفاوته. به علاوه در اون زمان رژیم شاه برق مملکت رو خاموش نکرد. در اون زمان مردم اخبار تظاهرات رو از بی بی سی، از صدای آمریکا، از صدای اسرائیل می‌شنیدند. تلویزیون ایران تمام برنامه‌اش رو برای تحریف و فحاشی علیه مخالفین استفاده نکرد. اینها اینترنت رو برای 10 روز بر 94% مردم ایران پسند. قابل قیاس نیست با اونچه که اون زمان صورت گرفت، هم در بابت فجیع بودنش و هم در بابت وقاحت رژیم، از روحانی بگیرید تا آقای خامنه‌ای و تمجید و تکریمش از این آتش به اختیارانش. بسیار خوب. آقای سلامتیان، شما چی فکر میکنید؟ چقدر اوضاع شبیه با دورانی که انقلاب شکل گرفت؟ ببینید، شبیه سازی و قرینه سازی به طور کلی امکان داره آسان بکنه یک تداعی رو، اما برای شناخت یک پدیده و تحلیل کردنش من فکر میکنم یه مقداری امور رو آسان نگاه میکنه، حالی که پدیده ها خیلی پیچیده تر از این هستن.
طبیعت نظام شاه در 17 شهریور قابل قیاس نیست، همونطوری که آقای میلانی گفتند، با طبیعت سرکوب و حکومتی که الان در ایرانه. فراموش نکنید که حتی چندین ماه قبل از 17 شهریور خود تعیین آقای شریف امامی به عنوان نخست وزیر شروع شده بود که یک نوعی وارد تعاملی بشه با مخالفین که یه بخش اون مخالفین آقای خمینی بودن. منتها مسئله مثل این بود که در شرایطی که تمام بدنه حکومت نهادهاش خلاصه شده بود در اندام یک فرد و اون فرد به دلایل مختلف در اون زمان دیگه نمیتوانست اقتدار خودش رو به اردوگاه خودش و اردوگاه مقابل تحمیل بکنه، سیستم فلج شده بود. در شرایط کنونی از این نقطه نظر که باز خلاصه شده باشه تمام اندام حاکمیت در یک فرد و در اندام یک فرد و در روحیات یک فرد، تربیل شدن مطلق شدیدترین قدرت‌های مطلق شباهت وجود داره. اما در اون زمان هنوز نهادهایی در ایران بودند. ببینید گفتگوهای آقای علی امینی با مخالفین مختلف و از طریق اونها با آقای خمینی و نگرانی‌های خود ایالات متحده آمریکا نسبت به این چندین ماه قبل از 17 شهریور شروع شده بود. به همین علت 17 شهریور با این که بعد از سینما رکسید، با این که بعد از چند روز تظاهرات عظیم مربوط به عید فطره، ولی چند قبل از ورود آقای خمینی به پاریسه، به نظر من از نقطه نظر ابعاد اجتماعی اعتراضاتش و عدم توانایی حاکمیت در مستقر کردن قدرت خودش بیشباهت نیست. یه شباهت دیگه هم بجنب در 17 شهریور، خود امر اعلام حکومت نظامی و جریان تهران الان مشخص شده که یک نوع افراطی‌گری تیمسار اویسی بود که کل حاکمیت هم دنبال اون نمیتونست بره. حالی که امروز صحبت‌های سردار سپاه که مدعی میشه جنگ جهانی علیه اوست، معلوم نیست اوست تنها در برابر جهان یا اینکه قدرت‌های دیگری که در این جنگ جهانی هستن کیان، همه هستن یا نه، این بلافاصله آقای خامنه‌ای اصطلاحات او رو به کار میبره. ببینید در صحبت فرمانده سپاه یک کلمه‌ای بود، برای من کلیدی واژه بود، تهدید میکرد تمام اطراف این جنگ جهانی رو که نابودتون خواهیم کرد. و آقای خامنه‌ای هم در صحبتشون درست همین کلمه رو راجع به مردم گفتن، چه گفتن؟ نابودتون کردیم. ببینید این یک وضعیت جدیده، اما این وضعیت جدید در خشونت خودش برای درک تحولش و آیندهش احتیاج به تحلیل سیاسی دقیق‌تر داره بالای این مسئله که نگرانی خودمون رو از این وضعیت بیان بکنیم. آقای میلانی، 10 سال پیش وقتی اعتراض‌های سال 88 رخ داد، حاکمیت عده زیادی از چهره‌های سیاسی رو دستگیر کرد، اونها از حاکمیت به نظر میاد که بریده بودن. الان هم حرف و حدیث‌هایی در جناح اصولگرا دیده میشه، گویا اینکه انتقادهایی هست، ولی فکر میکنید کافی هست برای اینکه به قول خود حاکمیت ریزش دیگه‌ای رو ببینیم؟ دوره به نظر من حتما ریزش اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه در آغاز انقلاب نیروهای بسیج، مثلا نیروهای لباس شخصی های اون زمان، چماقداران اون زمان ایمان داشتن. الان به گمان من آشکاره که بخش اعظم این رژیم و طرفدارانش راندخارا هستن، کسانی که دنبال سهمیه هستن، کسانی که دنبال پول هستن. بی خود نیست که درست در همین زمان که آقای خامنه ای این چماقدارانش رو برد به دفترش و ازشون تکریم کرد، فرمانده بسیج هم گفت که در 12,000 مسجد ما مرکز قرض‌الحسنه درست کردیم، در 8,000 تا دیگه هم درست خواهیم کرد. یعنی مواجبتون به راه، نگران مواجبتون نباشید. ولی کسی که برای مواجب آدم میکشه کسی نیست که برای همیشه آدم بکشه. اینها به محض اینکه احساس بکنن ریزش در رژیم جدیتره، به نظر من دست از این جنایت برخواهم داشت. و نگرانی علم الهدا در مشهد
که میگه بسیج درش خلل افتاده، نگرانی خود فرماندهان بسیج و سپاه به گمان من حکایت از این واقعیت داره. هرچی هم من از داخل شنیدم دقیقا از این حکایت داره که اون اندک طرفدارانی که از سر ایمان با این رژیم بودن با دیدن این سبوییت ریزش کردن، باورشون نمیشه که یک رژیمی به نام دین بتونه چنین رفتاری با مردم بکنه و بعد با چنین وقاحتی از رفتار خودش دفاع بکنه، به اون بخنده، مردم رو اشرار تلق بخونه. یک نفر از این کسانی که در مجلس بودن استعفا ندادن. وقتی که مجلسی ها متوجه شدن که این سیاست چقدر نابخردانه است و شروع کردن شاید سعی بکنن این تصمیم رو برگردونن، به یک تشر از طرف آقای خامنه‌ای همشون جا رفتن. اینها خجالت آور نهاد مجلس رو از هر نوع هویتی توهین میکنه. و دوباره به گمان من دقیقا اونچنان که آقای موسوی گفتن، مسئول همه اینها شخص آقای خامنه‌ای است. اونایی که در ایران و یا در لندن یا در تورانتو سعی میکنن بگن تئوری اطرافیان ایشون بیگناه، بصیرت ایشون رو تایید میکنن، به گمان من آقای موسوی حجت رو بر همه اینا تمام کرد. آقای سلامتیان، شما 10 سال پیش وقتی بعد از اعتراضهای جنبش سبز باهاتون مصاحبه میکردیم میگفتید که میشه بر سرنیزه تکیه کرد ولی نمیشه روی آن نشست. فعلا الان چه ارزیابی دارید؟ فکر میکنم تاریخ به این مسئله پی برده، به این جمله مشهور میرابو، اما میتونه اینکه آقای خامنه ای فقط کور و کر نشدن نسبت به واقعیات جامعه ایران. آقای خامنه ای نسبت به مسئله سرنیزه هم مثل اینکه بی احساس شدن، فقط سرنیزه خودشون رو میبینن. تا به حال ادعا داشتن که این قدرتشون دشمن خارجی رو منصرف میکنه، امروز معلوم شده که این قدرت توانایی مقابله با دشمن خارجی رو نداره، مثل اینکه تنها گریزی که برای خودش پیدا کرده دشمن سازی در داخل و حمله کردن به اونه. من این رو کاملا قبول دارم که بحران کنونی بحران بسیار سنگینی است در مسئله حاکمیت، اما صرف بحران حاکمیت دلیل بر سرعت پیدا کردن تغییر نیست. سرعت پیدا کردن تغییر عوامل دیگه هم میخواد. یه مثال بزنم، باز مقایسه 17 شهریور. فردای 17 شهریور 3 مرجع قم، مرجع وقتی میگم نه من اعتبار خاصی نسبت به اون آقایون قائل باشم، در جامعه ایرانی که نهادهای سنتیش از بین رفته بود به علت تغییرات دهه آخر پهلوی و همه چیز خلاصه شده بود در شاه و در شخص شاه، در اون جامعه تنها نهادی که جان سالم به در برده بود مذهب و روحانیت و ساختاراش بود. ناجهانی 3 مرجع که آقای شریعت مداری بودن، آقای نجفی بودن، آقای گلپانیگ آدم بودن، فردای 17 شهریت در قم اعلامیه دادن. امروز متاسفانه اون نهادهای روحانیت ضعیف شده، مرجعی وجود نداره و برهوت جامعه ایرانی از نقطه نظر نهادهای سیاسیش نسبت به ابعاد کنونش خیلی قوی تر شده. مال همینه که قدرت تصور دیوانوار این برش پیش میاد که برای جامعه‌ای که مثل این که نهاد نداره فکر بکنه میشه روی سرنیزم نشست، بیخبر از اون که تحول سیاسی در دنیای کنونی غافلگیر کننده میتوانه باشه. اما به علت این که این تحول سیاسی متاسفانه در همه جای دنیا مشخصاتی داره که لحظه ایست، موجی است و سر نداره، نه بدل به یک تغییر آرامی است. و شاید آقای خامنه‌ای شرط بندی عمدش عبارت از اینه که طبقه متوسط ایران و ایران را گروگان بگیره که یا منم یا اضمحلال کامل و نابودی کامل از طریق این بحران. آقای میلانی، ما خیلی وقتها یک شبه دیدیم که چهره های قدرتمندی به زیر کشیده شدن، ولی گاهی وقتها هم بوده که اونها با سرکوب عمر خودشون رو طولانی کردند. در دوره حافظ اسد در یک رویارویی حدود 20,000 نفر از اخوان المسلمین رو کشت و تا آخر عمرش هم بر سوریه حکومت کرد. در چنین شرایطی روش فعلی که حاکمیت انتخاب کرده رو چطور میشه پیش بینی کرد؟ آیا این روش روشی است که کار بکنه یا ممکنه که به یک باره و آنی موجی باشه که به قول آقای سلامتیان از جای سر در بیاره؟
ببینید قول معروفی است از همینگوی که میگن ازش پرسیدم تو یکی از رمان‌هاش که چطور ورشکست شدی، گفت اول به تدریج بعد یک دفعه. رژیم‌های مثل رژیم جمهوری اسلامی هم اول به تدریج ورشکسته میشن و فرو میپاشند، کمان که الان ریختن و فرو پاشیدن، ولی به معنای گذار کامل نیست، ولی یک دفعه ممکنه این اتفاق بیفته. ولی حرف شما درسته، حکومت‌های مقتدر، حکومت‌های خونخوار میتونن برای مدت‌ها بمونن، ولی در دراز مدت حتما اولا حل نمیشه مسئله‌شون. مسئله ایران الان، مسئله اساسی ایران الان مسئله اقتصادیه. فضاحتی که اینها با اقتصاد ایران کردن و ایرانی رو که با آستانه ورشکستگی کشوندن، ایرانی که 65% زنان فارغ التحصیل دانشگاهش بیکارن، بالای 20% همه جامعه بیکارن، تورمش بالای 50%، نمیشه با ترس و با سرنیزه حل کرد. هیچ مقتدری نتونسته. دلیلی هم که وضع اینها بدتر از اسده، بدتر از پسر خونخوار اسده، اینی که پدر در یک زمان دیگری زندگی میکرد، الان ما در یک دوران متفاوتی هستیم و در این زمان اون پسر خونخوار رژیمی مثل جمهوری اسلامی داشت که میلیاردها دلار از پول ایران، هزاران افغانی و هزاران ایرانی رو اونجا فرستاد. بعد به کمک پوتین تونستن این رژیم ورشکسته رو سرپا نگه دارن. در ایران کی به کمک این رژیم خواهد آمد؟ در ایران حتی روسیه که متحد این رژیم هست نه توان مالیش رو داره و به لحاظ شرایط بین المللی، به لحاظ اینکه الان میخواد در عربستان سرمایه گذاری بکنه، به لحاظ اینکه میخواد در خاورمیانه جاپا پیدا بکنه، حاضر نخواهد بود اون نقشی که در سوریه بازی کرد و سوریه همواره بخشی از حوزه نفوذ خود اونها بود در جنگ سرد. به همین خاطر تصور اینکه اینها بتونن ایران رو سوریه بکنن برای من از بابت نیتشون اصلا دشوار نیست. حتما سعیشون رو خواهند کرد. مستقیم هم ملت رو تهدید کردن، بیلبورد در تهران گذاشتن که اگر تظاهراتتون رو ادامه بدین این بلا رو بر سر مملکت میاریم، که واقعا شرم‌آوره. گفتن که میکنن، برای اینکه بتونن بکنن اون امریست به گمان من جدا. آقای سلامتیان، شما گفتید که مرجعی وجود نداره. بدون اینکه بخوایم فرد یا گروهی رو نفی یا اثبات بکنیم، در زمانی که اعتراض‌ها در ایران بود در سال 57 رهبری واحدی وجود داشت. در شرایط فعلی آیا به فرد یا گروهی میشه امید بس به عنوان رهبر؟ ببینید در اون زمان بدنه اجتماعی بود که متدرجاً رهبری رو انتخاب کرد و متدرجاً توانست به طبقه عمده اجتماعی ایران که در آن زمان بازار و طبقه متوسط شهری بود این تصویر رو بده که هزینه تغییر هزینه قابل تحملی خواهد بود. تا لحظه کنونی به من اجازه بدید با اینکه این جنبش الان داره فرودستان رو بهشون سرایت میکنه، اما فرودستانی که جز زنجیرهاشون چیزی را ندارن از دست بدهند، در ایران کنونی و ترکیب طبقاتیش به تنهایی قدرت برای ایجاد شرایط پایان دادن به این تراژدی وحشتناک حکومت مطلقه فقیه نیستن. باید بدنه جامعه ایران بتوانه عکس العمل هایی از خودش نشون بده که یک هم‌آوایی و هم‌افزایی درست بکنه برای نقطه پایان گذاردن به این تناسب قوای یک فردی که خودش رو نماینده اراده خدا میدانه و ملتی که میخواد در تنوع خودش ادامه زندگی بده. سپاسگزارم از احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ما، و عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد از پالو آلتو آمریکا با ما. با گذشت دو هفته از اعتراضات در ایران هنوز تعداد کسانی که بازداشت شدن اعلام نشده. محمد جعفر منتظری دادستان کل گفته که دستگاه قضایی آماری از تعداد بازداشتی ها ندارد. او گفته هنوز بازجویی ها از دستگیر شدگان ادامه دارد. در این میان خانواده دستگیر شدگان از وضعیت آنها بی اطلاع اند و بعضا اطلاعی از حقوق متهمان ندارند. فرنوش امیرشاهی در گزارش خود نگاهی کرده به اینکه زندانیان و خانواده های آنها چطور می توانند از حقوق قانونی خود استفاده کنند.
قطعا شما ان شاء الله ازش زودتر آزاد میگن به دامن خانواده‌تون برگردید. ماساژ با خانواده. از این دیدار چند روزی گذشته، اما هنوز بسیاری از خانواده‌های معترضان آبان ماه از وضعیت عزیزان خود بی‌خبرند. تنها آمار رسمی از بازداشت شدگان را سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس رقم 7000 نفر اعلام کرده. اما با توجه به تداوم دستگیری‌ها احتمالاً این رقم تغییر پیدا می‌کند. کسی از درون زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خبر ندارد. تعدادی از افرادی که آزاد شدند از ازدحام زندانیان در سلول‌ها گفتند. موضوعی که رئیس شورای شهرستان ری هم از نبود امکانات لازم برای حجم زیاد بازداشت شدگان گفته بود. در شهرستان‌ها اوضاع حتی مبهم‌تر است. بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند نمی‌دانند که بازداشت شدگان در کدام زندان یا بازداشتگاه هستند. عکس‌ها و فیلم‌هایی که از دیدار دادستان کل کشور از زندان فشرفویه منتشر شد، زندانیانی را نشان می‌داد که با دست و پای شکسته مقابل آقای منتظری نشسته بودند. خبرگزاری فارس که در هیئت بازدید کننده بود، در گزارشی به نقل از زندانیان نوشته همه آنها نوجوانان و جوانانی حول و حوش 20 سال بودند. بعضی از آنها گفتند بازجوها آنها را تهدید کرده و خواستند هر چه آنها میگویند بنویسند. دادستان کل کشور هم البته به آنها وعده پیگیری داده. اعتراض‌های گسترده به گفته مقامات بیشتر در میان طبقه فروده است و در مناطق محروم‌تر بوده. مناطقی که چندان اطلاعی از حقوق اولیه خود ندارند. مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن تقاضای حضور وکیل کند. ماده 49 این قانون میگوید که والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع قضایی از تحت نظر بودن اونها اطلاع پیدا کنند. در تبصره ماده 189 هم آمده که تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب می شود. و در نهایت ماده 190 تصریح کرده که حق برخورداری از وکیل باید قبل از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. آرش کیخسروی از وکلای داخل ایران هم در مطلبی به خانواده‌های زندانیان توصیه کرده که اگر ضابطان دادگستری برای بازرسی خانه یا محل کار آمدند، حتما از آنها حکم قضایی بخواهند. همینطور اگر در پیگیری‌های آنها مراجع قضایی پاسخگو نبودند، به کمیسیون اصل 90 مجلس و همینطور نمایندگان شهر خود در مجلس نامه بنویسند. با این همه برخی می‌گویند که ضمانتی برای اجرای قانون وجود ندارد. الان اگر این رو بیان نکنیم، متهمین و خانواده ها ندانن و از طرفی از این عدم اطلاع مجریان هم استفاده نابجا بکنن و مانع از حضور وکیل بشن، مانع از حضور اطلاع رسانی بشن، مانع از حضور اصحاب رسانه بشن، به هر حال تخلف کردن و بیان این مطلب کمک میکنه به کسانی که خیلی انبوهی که بازداشت شد. حجم سرکوب و برخورد با معترضان آبان ماه به گفته نهادهای حقوق بشر دست کم در 30 سال گذشته بی سابقه بود. در چنین شرایطی بی اطلاعی از وضعیت هزاران نفری که در زندان و بلا تکلیف هستند نگران کننده است. فرنوش همشاهی، بی بی سی. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در ایران، بعضی از کشورها و نهادهای خارجی از ایران خواستند معترضان را سرکوب نکند. شماری اما چه در میان ایرانی‌ها و چه در بین مقام‌های اروپا معتقدند که واکنش اروپایی‌ها کافی نبوده و تنها اولویت آنها حفظ برجام است. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. We don't want an Islamic Republic. سخنان چارلی وایمرز، نماینده سوئدی پارلمان اروپا. یک مورد از انتقادها درباره ابعاد واکنش اتحادیه اروپا به وقایع ایران. آقای رئیس، خانم نماینده ارشد مگرینی، به جای تعظیم در برابر ملاها و پافشاری برای حفظ توافق شکست خورده برجام که سودش فقط به رژیم ایران میرسد، رهبران اروپایی باید پشتیبان مردم ایران باشند. تا حجاب بردارند و بگویند این رژیمی است که بیشتر از مردمش به تروریست ها اهمیت می دهد.
این هم سخنان یک نماینده دیگر. اعتراض ها در هفته های گذشته را به لرزه درآورده. اتحادیه اروپا چه کاری انجام داده؟ هیچ. خانم موگرینی، شما چه کرده اید؟ کاملا هیچ. اعتراض ها و ناآرامی های بی سابقه سراسری در تاریخ 14 جمهوری اسلامی. شهریار 25 آبان خیابان رو بستن. وقایعی که ابعاد بزرگش واکنش های خارجی عمده در پی داشت. رهبران اروپا بزرگترین شریک تجاری و سیاسی این روزهای ایران در بحبوحه نارامی ها و قطعی اینترنت از ایران خواستند معترضان را سرکوب نکند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شخصا خواست ایران با معترضان با خشونت رفتار نکند. اروپا اما تلاش میکند وقایع آبان 98 ایران را به برجام گره نزند. چنانکه خود خانم موگرینی همزمان با انتقاد از تهران گفت حساب برجام از این وقایع جداست. یک هفته بعد از فروکش اعتراض‌ها در ایران هم 6 کشور اروپایی اعلام کردند حاضرند در صورت بازگشت تهران به تعهداتش در برجام به اینستکس بپیوندند. سازوکار ابدایی 3 شریک اروپایی برجام برای تبادلات مالی با ایران زیر سایه تحریم‌های آمریکا. اروپایی‌ها زمان امضای برجام از دولت ایران قول و قرارهایی گرفته بودند تا برای حفظ وضعیت حقوق بشر خود تلاش کنند. مسئله‌ای که با توجه به وقایعی که درباره برجام رقم خورد هرگز جدی روی میز مذاکره نیامد. با آمدن تیم‌های جدید به نهادهای اروپایی و رفتن فدریکا موگرینی از اتحادیه اروپا اما معلوم نیست در سیاست اروپا درباره تهران بر پاشنه سابق بچرخد. شبنم شعبانی، بی بی سی. در 14th اجلاس جهانی راهبردی اینترنت که هفته گذشته در برلین برگزار شد بیشتر از 5000 نفر از 160 کشور شرکت کردند، اما این بار فضای کنفرانس با همیشه فرق داشت. ایران در مرکز توجه بود، نه به خاطر تلاش حکومتش برای توسعه زیرساخت‌های اینترنت، بلکه به خاطر زندانی کردن میلیون‌ها ایرانی در مرزهای نامرئی به نام اینترنت ملی یا همان شبکه اطلاعات. مریم انصاری از این کنفرانس گزارش می‌دهد. یک جهان، یک اینترنت، یک چشم‌انداز. شعار نشست امسال یعنی حق دسترسی آزادانه همگان به اینترنت به عنوان حقی انسانی و غیر قابل مجادله. حفظ این آزادی از تهدیدها و محدودیت‌هایی که به ویژه حکومت‌های تمامیت‌خواه برای مردم کشور خود ایجاد می‌کنند، از موضوعات محوری نشست است و بحث درباره تجربه بی‌سابقه به نام قطع کامل دسترسی مردم ایران به شبکه اینترنت جهانی. کاوه آذرهوش، پژوهشگر سیاست اینترنت، اقدام جمهوری اسلامی در این حوزه را خطری برای همه کشورها می‌داند. وقتی که یک کشور برنامه ریزی می‌کنه سال‌ها که یک کشور را از شبکه جهانی حتی برای مدت کوتاهی خارج بکنه، این ضربه‌ای به بدنه شبکه جهانی اینترنت. و ما دیدیم تو روزهای اخیر بسیاری از دولت‌ها هم ایران را محکوم کردند و از ایران خواستن که به این سیاست پایان بده. و می‌بینیم که خیلی هم صحبت از این کردن که ادامه میدن که چه از طریق تکنولوژی چه از طریق سیاست گذاری به مردم ایران کمک بکنن که به اینترنت دسترسی پیدا بکنن. اما این محکوم کردن ها و برگزاری کنفرانس های نظیر این می تواند بر جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کارشناسانی است که در پنل‌های این نشست شرکت فعال داشته. حضور توی همچین جاهایی که در واقع در سطح سازمان ملل داره برگزار میشه، کمک میکنه با بقیه فعالین تو کشورهای دیگه‌ای که اونها هم با همین مسئله قطع اینترنت روبرو هستن، مشورت کنیم، صحبت کنیم تا شاید بتونیم یه راه حلی در سطح جهانی پیدا بکنیم که جلوی قطع اینترنت رو بگیریم. طبیعتاً این موضوعی نیست که خیلی سریع بشه بهش رسید، کار بلندمدتی است، ولی باید از یه نقطه شروع بکنیم. نقش شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل گوگل، مایکروسافت، آمازون برای کمک به دسترسی آزاد به اینترنت به خصوص برای کشورهایی مثل ایران چی هست؟ آیا میتونن کمکی بکنن؟
بخشی از مشکلی که ما باهاش روبرو هستیم ناشی از در واقع اقداماتی است که ایران کرده و قطعاً اونا مسئول درجه یک هستن، اما بخش دیگه از مشکلاتی که باهاش روبرو هستیم ناشی از تحریم‌های تکنولوژی میشه که آمریکا گذاشته و در واقع دسترسی به منابع جهانی رو برای ما در ایران محدود کرده و مشکل کرده. این شرکت‌ها میتونن نه تنها این تحریم‌ها رو در واقع باهاش مبارزه کنن، با دولت آمریکا صحبت کنن، مبارزه کنن، اضافه‌تر تحریم نکنن و بعد بتونن دسترسی به یک سری از تکنولوژی‌ها رو که برای عبور از سانسور استفاده میشه مثل دامین فرانتینگ برای کشورهای مثل ایران که با مسئله سانسور اینترنت روبرو هستن فراهم بکنه که متاسفانه الان این دسترسی وجود نداره. در این کنفرانس هیئتی هم از جمهوری اسلامی آمده که علاقه به پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان آن سوی مرز را ندارد. مهسا علی مردانی پژوهشگر اینترنت و دسترسی به اطلاعات از سازمان اصل 19 درباره حضور این هیئت میگوید. این دفعه هیچ موقعیت پیدا نکردم، ولی دفعه‌های پیش که در فضای مثل اینجا برای مدیریت اینترنت برخوردی داشتم با کسانی که از دولت ایران یا از دانشگاه ایران با کمک دولت که میان همچین کنفرانسایی، وقتی برخورد کردم یه جورایی دیدم که از یه لحاظ دارن تبلیغات تصمیمای دولت ایران رو میکنن و از یه لحاظ دیگه میخوان تهدید کنن کسانی که از فضای جامعه مدنی میان که دفاع کنن از حقوق بشر ایرانی ها. یه صحبتی کردیم با یه عضو وزارت خارجه آلمان که به ما گفتش که با یه عضو این هیئت دولت ایران صحبت کرد و ایشون بهش توضیح داد که اینترنت ایران هیچ مشکلی نداشت، اینترنت ملی خوب کار میکرد. این عضو وزارت خارجه آلمان قشنگ شناخت که همچین حرفا یه جورایی یه تبلیغاتی بود برای تصمیم‌های ایران که خیلی صدمه بزرگی زد به مردم ایران. فعالان و کارشناسان حوزه اینترنت میگویند در کنفرانس‌های گذشته به کرات نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات هشدار می‌دادند، اما کمتر کسی به آن توجه می‌کرد. امسال اما این هشدار به یک واقعیت تبدیل شده است و جدی گرفته می‌شود. شبکه ملی اطلاعات یک شبکه خیلی جامعی هستش و این سیاست‌گذاری به دنبال این هستش که نه فقط جلوی دسترسی به یک وبسایت یا یک پیام رسانه بگیره، بلکه میخواد در دسترسی روزمره مردم به شبکه اطلاعات جهانی تأثیر جدی بذاره. و به خاطر اینکه خیلی از طریق قیمت‌گذاری، از طریق سرعت، از طریق خیلی سیاست‌های دیگه میتونست کاربر ایرانی رو حتی وقتی که اینترنت وصل باشه به سمت سرویس‌ها و وبسایت‌های داخلی سوق بده و این بسیار خطرناک. جمهوری اسلامی تا کجا میتونه با این سیاست پیش بره و نهایت این چه خواهد شد؟ این در واقع یک جنگ جدیدیه که در زمینه اینترنت تو ایران راه افتاده. ما 10 سال گذشته بازی موش و گربه دنبال فیلترینگ داشتیم و تا حدی فیلترینگ، سیاست فیلترینگ شکست خورد و به همین دلیل هم هستش که ایران رفت به سمت شبکه ملی اطلاعات، یکی از دلایلش. و میبینیم که الان در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده یک در واقع درگیری جدی‌تر و یک درگیری وسیع‌تری در مورد آینده اینترنت در ایران خواهیم داشت و می‌بینیم که نهایتاً آیا جمهوری اسلامی با جدایی مردم ایران از شبکه ملی شبکه بین‌المللی موفق خواهد شد یا مردم و فعالین ایران برای حفظ رابطه مردم ایران با شبکه جهانی موفق خواهند بود. آیا در این نبرد نابرابر کاربران ایران امکاناتی برای حفظ خود دارند؟ آیا هنوز راه‌هایی برای ارتباط با جهان خارج هست که امن باشد؟ باید از ابزارهای امن استفاده کنن مثل تور، یا اگه از فیلتر شکن استفاده میکنن فیلتر شکنای باشه که ویت شدن، بررسی امنیتی شدن. اگه میخوان از سندی جایی بفرستن، سازمانهای خبری باید ابزارهای مثل سکیور دراپ داشته باشن که بتونن امن اون مسائل رو دریافت کنن. آموزش‌های امنیت سایبری برای خبرنگارها و افرادی که بیرون از ایران با داخل ایران در تماس هستن باید به شکل مرتب وجود داشته باشه و همچنین تمدید بشه آموزش ببینن. با وجود این او به آینده اینترنت در ایران با نگرانی نگاه میکند. به خاطر اینکه دارن قوانین جدید تصویب میکنن، مسائلی مثل وی پی ان قانونی و چیزهایی از این دست واقعا جای نگرانی داره. اما همه اینها چیزی نیست که مثلا بگیم خب ما الان این جنگ رو باختیم و باید ول کنیم بریم. نه، هنوز خیلی کارها میشه انجام داد و باید انجام داد و من فکر میکنم که پتانسیل خوبی وجود داره برای اینکه بتونیم در واقع وضعیت اینترنت رو از اینی که هست بهتر بکنیم. امیر رشیدی معتقد است اگر خط مقدمی برای مبارزه برای آزادی اینترنت باشد، آنجا نه چین است و نه هیچ کشور دیگری جز ایران. مریم انصاری، برلین. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان از تهران با ما هستند.
همونطور که اشاره شد با گذشت دو هفته از اعتراضات در ایران هنوز تعداد کسانی که بازداشت شدن اعلام نشده. به همین دلیل گفتیم که با آقای آقاسی صحبت بکنیم. گزارش هم داشتیم از همکارم فرنوش امیرشاهی. آقای آقاسی، در گزارش فرنوش به مواد قانونی مثل دسترسی به وکیل اشاره شد. شما در ایران هستید، تا چه اندازه این مواد قانون در ایران اجرا میشه؟ ببینید، در قانون اساسی از همون بعد هم پیشبینی شد که باید متهمین بتونن از حضور وکیل و خدمات حقوقی یک وکیل دادگستری در تمام مراحل رسیدگی استفاده بکنن. اوایل انقلاب که وضعیت رو خبر داریم و بعد هم بعضی مواقع قضات جلوگیری میکنن از حضور وکلا در مرحله تحقیقات. نهایتا در سال 92 قانون دادگستری که تفصیل شد برای محکمکاری و بستن دست وزارتی که علاقمند نبودن وکلای دادگستری در مرحله تحقیقات همراه متهم باشن، ماده‌ای رو تفصیل کردن که بسیار ماده خوب و مترقی بود، اما در واقع یک تبصری برش گذاشتن که در اون موقع تبصری این بود که یک هفته میتونه قاضی در برخی از فرمانده ها که از جمله اونها فرمانده های امنیتی بود مانع از حضور وکیل و استفاده متهم از خدمات وکیل دادگستری باشه. شورای نگهبان جالبه میدونیم که با این مخالفت کرد، بخواست این که مغایر با اصل 35 قانون اساسی بود. از چون استدلال کرد که در قانون اساسی چون پیش بینی شده که هرگز نمیشه متهمی را از داشتن وکیل محروم کرد، بنابراین این تبصره که گفته یک هفته میتونه قاضی از حضور وکیل جلوگیری بکنه مغایر با قانون اساسی است. برگردوندن قانون رو به مجلس، قانونی که به هر حال اصلش در کمیسیون ماده اصل 85 قانون اساسی تصویب شده و در صحن علنی مجلس تایید شده بود این تصویب مصوبه، و در اونجا به شرحی که آقای مطهری نایب رئیس وقت مجلس توضیح داد عنوان کرد که ما نفهمیدیم چگونه تبصره تغییر کرد به این صورت که بسیار خوب، حالا که چنین ایراد شورای نگهبان گرفته، عنوان بشه وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه بتوانن در این پرونده ها حضور داشته باشن. و عنایت بفرمایید کل وکلایی که فعلا میشه از چنین شرطی و صفتی برخوردار باشن 63 نفر هست در سراسر ایران، و عملا جناب موسوی متهمین پرونده های امنیتی مطلقا در مرحله تحقیقات عملا نمیتونن از خدمات یک وکیل دادگستری بهره مند بشن. این آیا راهی وجود داره که مثلا بستگان فرد وکیل استخدام بکنن یا به شکل دیگه برای استیفای حق فردی که متهم شده تلاش بکنند؟ عملا به همین صورتی که فرمودید شما، یعنی خانواده متهم، چون متهم دیگه ارتباطش با خارج از زندان قطع میشه و نمیتونه با کسی صحبت بکنه، خانواده متهم تلاش میکنن وکلایی رو باشون صحبت میکنن، و چنین وکیلی اگر که در ادار اون 63 نفر نباشه، 64 نفر نباشه، وقتی که به بازپرسی میره در همون دم در دارترا و یا شعبه بازپرسی بهش میگن چون شما جز اون 63 نفر نیستی، اگرچه خانواده او یا حتی متهم درخواست کرده که شما به کلارش به عهده بگیری، ما اجازه نداریم. من برای 9 نفر از کسانی که در مشهد دستگیر شدن در رابطه با بیانیه که جناب دارید به مشهد مراجعه کردم، چون خانواده هاشون از من دعوت کردن و رفتم اونجا بازپرس، و وقتی بهش مراجعه کردم گفت که وکالتنامه امضا شده هم بود. جالب اینجاست، قبل از اینکه اینها بازداشت بشن وکالتنامه امضا کرده بودن در اختیار خانواده‌شون گذاشته بودن، به من مراجعه کردن. وقتی که بازپرس من مراجعه کردم، آقای بازپرس گفت چون شما جزو وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستید، ما اجازه نداریم که قبول کنیم که شما وکالت اینها رو بر عهده بگیرید به این تا زمانی که کار من تموم بشه و پرونده بره به دادگاه. ممنونم از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان از تهران با ما.
هفته ها اعتراض خیابانی به شرایط بد اقتصادی و فساد ساختاری در دولت عراق به اعلام استعفای نخست وزیر در روز جمعه انجامید. استعفای عادل عبدالمهدی در پی پیام آیت الله سیستانی اتفاق افتاد و قرار است فردا در پارلمان عراق بررسی شود. معترضانی که اولین مرحله از پیروزیشان را جشن میگیرند اما خواستار استعفای تمامی اعضای دولت هستند. مینا جوشقانی گزارش میدهد. جای تنین صدای گلوله در میدان تحریر بغداد را حالا صدای پایکوبی و آتش بازی گرفته. اولین پیروزی بزرگشان را جشن می‌گیرند. نتیجه حدود دو ماه تظاهرات خیابانی ضد دولتی در عراق اعلام استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور بود. تصمیم عادل عبدالمهدی برای استعفا در پی انتقاد آیت الله سیستانی از رفتار دولت در برابر معترضان و ناتوانیش در حل مسائل کشور با تعطیلات آخر هفته مصادف شده و از همین رو پارلمان عراق قرار است فردا یک شنبه آن را بررسی کند. کشته شدن بیش از 40 معترض در روز پنجشنبه آن روز را به خونین ترین روز اعتراضات دو ماه گذشته تبدیل کرد. اعتراضاتی که دست کم تا این لحظه 400 کشته و هزاران زخمی داشته است. تلفات روز پنجشنبه واکنش آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان را در پی داشت. نماینده آقای سیستانی پیام او را در خطبه‌های نماز جمعه خواند. به نظر می‌رسد دولت قادر به حل و فصل وقایع دو ماه گذشته نیست و پارلمان که دولت کنونی از آن برخواسته باید در انتخاب خود تجدید نظر کند و به آن چیزی عمل کند که به نفع عراق و حفاظت از خون فرزندان عراق است. الله اکبر! مردمی که امروز از به ثمر نشستن اعتراضاتشان خرسندند، دو روز پیش پیکر هموطنانشان را که در اعتراضات کشته شده بودند تشییع می‌کردند. آنها بنرهایی در دست داشتند خطاب به دولت و احتمالاً نخست وزیری کشور که روی آنها نوشته شده بود شرم بر تو. معترضان عراقی را عمدتاً جوانهایی تشکیل می‌دهند که از فساد سیستماتیک در دولت، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و البته دخالت حکومت ایران در امور کشورشان به تنگ آمدند، تا جایی که کنسولگری ایران را در شهر نجف آتش زدند. حدود یک سال قبل هم در یک رشته تظاهرات ضد دولتی به دلایل مشابه معترضان به کنسولگری ایران در بصره حمله کرده بودند. ببینید آتیشش زدن. دیگه سفارت ایرانی وجود نداره. ما نمیخواهیم باشه. اعلام کنارگیری نخست وزیری گرچه یک پیروزی نمادین برای معترضان به شمار میرود، آنها خواستار تغییرات اساسی تری هستند. فایده نداره، فایده نداره، همشون باید برن. معترضان میگویند تا تمامی اعضای کابینه استعفا نکنند از پا نمی نشینند. مینا جوشقانی، بی بی سی. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ورجینیا تک از واشنگتن با ما هستند. آقای بروجردی، عراق مدتیه که الان درگیر این اعتراض هاست، تلفات بسیاری داشته. برکناری نخست وزیری چقدر میتونه در تغییر اوضاع مؤثر باشه؟ بله، عراق در دو ماه گذشته بالغ بر 400 نفر کشته، یه چیزی حدود 17,000 مجروح در اونجا داشته و رفتن آقای عبدالمهدی میتونه قدم اولیه باشه و همونجور که در گزارش شما هم بود، بسیاری از تظاهر کنندگان که اکثر اونها هم شیعه هستن خواستار تغییرات بسیار اساسی تر برای رفع مشکلات عدیده‌ای که کشور عراق باش روبرو هستن. اونها نه تنها خواستار رفتن نخست وزیر بلکه کل کابینه هستن. انتخابات آزاد خیلی ها میخوان بر اساس شرایط جدید، حتی از طرح و نگارش یک قانون اساسی جدید دارن صحبت میکنن. ولی واقعیت این است که از سوی دیگر نیروهایی هم که مخالف تغییر هستن اونها رو هم نمیشه دست کم گرفت. برای مثال نیروهایی که تحت کنترل آقای هادی عامری و یا
فیض خزعلی هستند، اونها میتونن و حتی طرفدار این نظریه بودن که نیروهایشان رو برای سرکوب معترضین وارد صحنه بکنن. یا از سوی دیگه اگر واقعا این ناامنی در که ما مثلا در ناصریه شاهدش بودیم ادامه پیدا بکنه، مسئله قدرت گرفتن قبایل مسلح در عراق میتونه موزل سیاسی امروز عراق رو پیچیده‌تر از قبل هم بکنه. معترضا میدونن که چی میخوان، میگن که باید دولت برکنار بشه، ولی بعد از اون رو خیلی کسی حرفی ازش نمیزنه. آیا نیروی سیاسی در عراق هست که ابتکار عمل رو در دست بگیره؟ نه، ببینیم، واقعیت این است که بعد این 16 سال از رفتن صدام حسین میگذره، ولی مردم عراق در این مدت با مشکلاتی مانند کمبود برق، فساد، لجام گسیخته، بیکاری و غیره روبرو بودن. واقعیتش اینه که در نظام سیاسی فعلی عراق احزاب سیاسی که هر کدوم به اصطلاح تعلقات سکتاریستی خودشون رو دارن میان و بیت المال رو برای قدرتمند کردن نیروهای نظامی، شاخه‌های نظامی خودشون و همچنین طرفداران خودشون دارن استفاده میکنن. و دعوای که با پیشینه تاریخی بین شیعه، سنی و کردها در اونجا هست هم به اصطلاح عامل دیگری هست که نارضایتی رو دامن زده. به عبارتی بعضی ها معتقدند، برای مثال، کل این شیوه فعلی که شما رئیس جمهور کرد داشته باشین، نخست وزیر شیعه و غیره، اینها این ساختار سکتاریستی عراق رو کاملا ایجاد کرده و باید کل این نظام رو کنار گذاشت. امروزه ما شاهد این هستیم که آیت الله سیستانی و یا شخص قدرتمندی مانند مقتدی صدر هم خواهان کنار رفتن دولت شدن، ولی اینکه واقعا آینده چه شکلی خواهد بود، فکر میکنم که واقعا مسئله بیش از شخص عبدالمهدی است. ایشون حتی بعد از اینکه اگر فردا هم پارلمان عراق با استعفاشون موافقت بکنه، به هر حال میتونه به شکل موقت بر سر جای خودشون باقی بمونه، یا حتی یک آلترناتیو دوم این است که رئیس جمهور برهام صالح هم موقتا نخست وزیر بشه تا پارلمان نفر بعدی رو انتخاب کنه. های بروجردی، همین ساختار کرد، شیعه، سنی مشابهش در لبنان هم هست، مسیحی، شیعه و سنی، اونجا هم همین اعتراض ها رو میبینیم. آیا با یک پدیده منطقه‌ای روبرو هستیم؟ بله، به نظر من واقعیتش اینه که هم این نظامی که این بافت سکتاریستی یک جامعه رو چه در لبنان چه در عراق وارد کنه سیاست یک جامعه کرده، که حتی به اصطلاح تقسیم مقام ها هم بر اساس این باشه که شما کرد هستین، مسیحی هستین، شیعه هستین یا غیره، چه در لبنان چه در عراق، این باعث شده که احزاب واقعا نتونن این پوسته سکتاریستی خودشون رو کنار بذارن و به منافع ملی فکر بکنن. و در هر دو کشور میبینیم که اعتراضاتی که داره صورت میگیره یک وجه مشترک داره. مردم دارن میگن که آقا ما از این وضع بد اقتصادی ناخشنود هستیم و رجال سیاسی هم کاملا بیتفاوت هستند به مشکلاتی که ما باش روبرو هستیم. سپاسگزارم از مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن با ما. در استان تهران به دلیل آلودگی هوا فردا مدرسه‌ها به جز در سه شهرستان فیروزکوه، دماوند و پردیس تعدیل خواهد بود. پیش بینی می‌شود که این وضعیت تا اواسط هفته ادامه داشته باشد. گزارش شده که ده ها نفر امروز به علت مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران با ما هستن. آقای کهرم، تعطیلی مدارس، مشکلاتی از این دست، سال هاست که گریبان تهران رو گرفته. همیشه هم در مورد راه‌حل ها حرف زده میشه، ولی چرا کاری از پیش نمیبره؟ اجازه فرمایید مقدمتاً بنده با خانواده هموطنانم که در اعتراض‌های اخیر جونشون از دست دادن ابراز همدردی بکنه. اما چرا کاری از پیش نمیره؟ به خاطر اینکه به محض اینکه هوا سرد میشه،
و این وارونگی و یا اینورژن اتفاق میفته، یعنی دود و دمی که تهران درست میکنه نمیتونه از فضای تهران خارج بشه، به خاطر اینکه یه لایه هوای سرد مثل دمکنی میاد روشو میگیره. ما راجع به صحبت میکنیم، مصوبه ها، شورای شهر تصمیم میگیره، مجلس، مردم، رسانه ها، همه چی. ولی وقتی که این مسائل و این پیریود و این زمان تمام شد، حاجی حاجی مکه، موضوع به کل فراموش میشه. نه کسی به فکر این هست که پس فردا بازم زمستون میشه و نه کسی به فکر این هست که چه چاره بکنیم که زمستون بعد دچار این مسئله نشیم. قربان. فقط هم مسئله زمستان نیست، فقط هم مسئله آلودگی نیست، الان ریزگرد ها هم کم و بیش اضافه شده. سوال من از شکلی مشخص این بود که دلیل این که فرصت پیدا نمیشه که به این راه حل ها بپردازند دلیل سهل‌انگارانه داره، یا اینکه به خاطر همین مشکلاتی که امروز و دیروز میبینیم اصلا نمیرسن به چنین مسائلی؟ بله، ملاحظه فهمید، من گرفتم موضوع. مسئله اینه که وقتی که یه همچین مسئله، یعنی این که این وارونگی و یا اینورژن حادث میشه، تنها چند تا راه محدود و معدود هست. مثلا زوج و فرد کردن از در منزل، زوج و فرد کردن دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها رو تعطیل کردن، و یا اینکه به کل مملکت و شهر رو تعطیل بکنیم. راه دیگه نداریم غیر از این که همونطور که آقای شهردار گفت، بنشینیم دعا کنیم برای باد، بادی که ما اصلا بهش فکر نمی کنیم یه مرتبه میشه نجات بخش. اما اون راه هایی که ما بایستی طی بکنیم و نمی کنیم، اون راه های اساسی هست. مثلا ما فضای سبز تهران رو چنان از بین بردیم که فقط با ارزش افزوده زمین در تهران ما میتونیم حاشیه اتوبان ها رو مثلا فضاکاری بکنیم، و یا اینکه تمام باغستان ها و چنارستان هایی که از پیچ شمرون تا پل تجریش بود، اینها رو ما تبدیل کردیم به آسمان خراش ها، و به این صورت ما تنها عاملی که جلوی دود و دم رو میگیره و هوا رو تصفیه میکنه، یعنی درخت ها و سبزینه و برگ های درخت ها رو از بین بردیم، اینها رو به دست خودمون از بین بردیم. و الان مثلا شهرداری صحبت میکنه از 1800 تا پارک در داخل تهران، یکیش کنار منزل بنده است، زمین یک کسی بوده که گذاشته رفته خارج، زمین بی صاحب مونده 200 متر مربع، دو تا هم توش نیمکت گذاشتن میگن پارک. این علاج درد تهران 12 میلیونی رو میکنه؟ این علاج درد 2,800,000 اتومبیل رو میکنه؟ و یا در همین حدود موتورسیکلت که به اندازه 8 تا اتومبیل آلودگی تولید میکنه؟ بنابراین کار ما اساسیه. اگر بخوایم کاری بکنیم، یه مثال برای شما میزنم، ما واگن‌های مترو به اندازه کافی نداریم. هر دولتی هم که میاد صحبت از یا ساختن یا مونتاژ و یا ورود اینها میکنه، ولی اختلاف بین دولت و شهرداری باعث میشه که گاه اینها مدت‌های مدید در گمرک بمونن و مردم مثل ساردین به هم بچسبن، چون فضای کافی داخل این واگن‌ها وجود نداره. بنابراین کارهایی رو میشود کرد، منتها همت میخواد، و این که چقدر شهردارهای ما، شورای اسلامی شهرستان و بقیه سازمانها به فکر این مسائل باشند. بسیار ممنونم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران با ما، و ممنونم از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش. We'll be right back.